منابع نزدیک به دراویش گنابادی گزارش دادند که 213 نفر از این دراویش در دو هفته پایانی اردیبهشت ماه محاکمه خواهند شد. در این حال فرشید فتحی، کشیش و بهنام امینی از نوکیشان مسیحی به ترتیب به 6 و 5 سال زندان محکوم شدند. مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر حکومت ایران را به نقض آزادی های دینی و مذهبی شهروندان ایرانی محکوم می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش کوروش ساعتی. محاکمه بیش از 200 درویش تنها در دو هفته. سایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی را منتشر می کند، گزارش داده که محاکمه این تعداد از دراویش در نیمه دوم اردیبهشت ماه و در سه شهر بروجرد، تهران و کوار در استان فارس برگزار می شود. محاکمه 189 نفر از این دراویش در بروجرد، 17 نفر در کوار و 7 نفر نیز در تهران انجام خواهد شد. دراویشی که در بروجرد محاکمه می شوند، همگی جزء ساکنان این شهر نیستند. آنها سال 1386 و در جریان حمله نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی به حسینیه دراویش بروجرد و تخریب آن بازداشت شدند. تخریبی که با اعتراضات گسترده‌ای روبرو شد. آقا درویشه. دراویشو برای چی برن حسینیشون خراب میکنن؟ مسلمان که هست. حالا اصلا مسلمان هم نباشه. شیعه هم هست. حالا شیعه هم نباشه. شهروند این کشور. دراویش متهم در کوار به محاربه با خدا و حمل سلاح غیر مجاز متهم شدند. سال گذشته در کوار درگیری های میان نیروهای لباس شخصی و دراویش گنابادی در گرفت که به بازداشت گسترده دراویش و حتی کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها انجامید. در تهران هم قرار است که 7 نفر از دراویش محاکمه شوند. دراویشی که در این حال وکلای دیگر دراویشی هستند که این روزها قرار است به دادگاه بروند. محاکمه همزمان وکیل و موکل. دراویش گنابادی نعمت اللهی از پیروان نورعلی تابنده محسوب می شوند و سابقه آنها به نزدیک به 700 سال پیش برمی گردد که شاه نعمت الله ولی، عارف و شاعر ایرانی، این سلسله از تصوف را ایجاد کرد. آنها قرائتی از اسلام دارند که با آنچه در اسلام رسمی حکومتی ایران وجود دارد متفاوت است و باعث شده که به ویژه در سالهای اخیر برخوردهای گسترده‌ای با آنان صورت بگیرد. برخوردهایی که مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر آن را بخشی از سرکوب سازمان یافته اقلیت‌های مذهبی، قومی و کسانی که دیدگاهی متفاوت با آنچه که حکومت ایران تبلیغ می‌کند دارند می‌دانند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.